بدون که قفل شانس ما رو خدا باید باز کنه، وگر نبی بال پرنده چگونه پرواز کنه. بدون که زندگی با هر کس یه جوری تا میکنه، تو باش عاشق و ببین خدا چه ها میکنه. عطر بهار میرسه، مژده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه. عطر بهار میرسه، مژده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه. ای که به فکر رفتنی، از من میخوای دل بکنی، چطور دلت میاد که با من حرف از جدایی بزنی؟ زمینه های مثبت عمر من و تو رو ببین، نگاه نکن به نیمه خالی، تو نیمه پر رو ببین. عطر بهار میرسه، مژده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه. مگه میشه با نگاهی سرنوشتی زیر و روشه، که فقط واسه دل من دیدن تو آرزوشه؟ قصه های سرنوشت برای من هرچی که بود به تو وابسته شدن، زیباترین حادثه بود. قصه های سرنوشت برای من وابسته شدن، زیباترین حادثه بود. عطر بهار میرسه، مژده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه. عطر بهار میرسه، مژده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه، چرا داری بالبال میزنی؟ تو چرا نخوابیدی پوری؟ رو دست خوردی؟ آره کی؟ من؟ از اینا؟ دور از شون شما عددی میرسن. اتفاقا همیشه آدم از جایی میخوره که روش حساب نمی کنه. حالا نصف شبی داری درس میدی؟ تو مگه میدونی چی شده؟ نمیدونم منتظر چی هستی، ولی میدونم در انتظاری. من نگرانتونم هاشم خان. دیگه نگران نباش، داره خبر میرسه. بله. خب
آره ببین حواستو خوب جمع کنه باشه؟ دوستت دارم. نگفتم گود نخت لالا پوری بله باز چی شده؟ صبح زودی کفشاتو برکشیدی؟ میگم اگه راضیش کنم بریم شمال دو قدم به اصل ماجرا نزدیک شدیم. اگه نیاد چی؟ نیاد نداری، باید بیاد. بالاخره باید از یه جایی شروع کنیم دیگه. اسم این آقای چیه؟ کوچیک شما، اکبر آقا. فکر کنم این یارو نخود نپزه. نپستر از اینشو پختیم پوری خانوم، نه؟ بله، شما میتونی. در چرا بازه؟ والا چه عرض کنم، انگاری کسی هم تو خونه نیست. مگه میشه؟ خانداداش بفرمید. ببخشید مگه اینجا خونه؟ اگر اشتباه نکنم شما همشیله اکبر آقا هستید، درسته؟ بله. بایزه شما بله، بنده هم شوهر خواهرشون هستم. آها، خب اگه شما شوهر خواهرش هستین بس چطور خبر ندارید؟ از چی؟ نکنه طوری شده؟ اتفاقا طوری شده، ولی چطور شده اونشو دیگه من نمیدونم. خوشت اومد خانوم. از چی؟ خانوادگیه. ببخشید. حالا خودشون کجان؟ شما اینجا چی کار میکنین آخه؟ والا از اینکه خودشون کجاست که بر نمیدونم، ولی من که اینجا هستم بالاخره ناسلامتی صاحب خونم دیگه. یعنی از اینجا رفتن؟ با اجازه شما بله، زحمت رو کم کردن. حال کردی خانوم. از چی؟ ببخشید خانوادگیه. نمیدونین کجا رفتن؟ والا کجا رفتن شو دیگه من نمیدونم، ولی اینقدر میدونم که گفت یه شوهر خواهری من دارم که خیلی خرپوله، از اون خرپولاست. میگفت چند تا ویلا داره، گفت یک شان داره به من، گفت اساس مساسی هم نمیخواد بیاری، اونجا مبله است، همه چی داره. ما هم گفتیم پشت بالت با این شوهر خواهرت. خدا یکیشم قسمت شما بکنه. خیلی ممنون. ببینم نکنه شما همون شوهر خواهره هستی؟ بایده شما بله، چاکرتی عزیز مایی. آره از کجا بفهمیم کجا رفتن؟ نگران نباش خانوم، اونش با من، میدونم پاتوق پسرش، میدونم کجاست. برو بریم. چی رو نگاه میکنی؟ ببخشید دیگه، مگه طوری شده؟ بعد نگاه میکنه آخه. ماما بله کجایی؟ من این آبو نمیدونم چجوری باز کنم. من چه میدونم، من خودم یه ساعت تو این گاز گیر کردم، همه چی این خونه اصلا عجیب غریبه. والا راست میگه، منم دو دفعه است که میرم تو این حموم، بلد نیستم و سر از کار این حموم در نمیارم، میام بیرون. همین امروز رفتم حموم عمومی قدیم، محله قدیمیمون، آسد کاظم. بله. خدا مرگم بده. عطا چی شد؟ چی شد عطا؟ عجب غلطی کردیم ها، دلارش یکی دیگه میاره، ریالش یکی دیگه میخوره، گریه‌زاری و بد اخلاقیش گیر آقا کرم میاد. آخه نوکرتم، تو چرا با من کل کر میکنی؟ برو بابا، با شما کار ندارم که. من موندم آخه چطور خانداداشم؟ هرچند خانداداشم تفلی تقصیر نداره، همش زیر سر اون منیر موزماره، خیلی موزماره. واه ببینم این خانم موزمار خودمونیم ها، این هم شد فامیلی؟ این فامیلش نیست، رفتارشه. ولی من فکر میکنم این داداشت همچین پربادم نیست، پنچره. خانداداش من پنچره؟ حالا خوبه که شما فامیلت گشت چارچرخشون عواز. خیلی خوب خانم، غیرتی نشو. منظورم اینه که نباید انقدر بهش رو نشون میداد که فکر کنه همه کار است. شما منیر رو نمیشناسی، اون لازم نیست کسی بهش رو بده، اون همجوری یک تنه، خودش هفت کل و حریفه. آفرین، خوشم اومد. حالا فهمیدم حقت رو میخوای بگیری. کدوم حق؟ من که حقی ندارم. چرا خانوم داری؟ آخه ماخه نداره. وقتی آقاتون که من باشم میگه داری، شما بگو چشم دارم. چشم.
سلام. آکیانیه. خب بگو بیم بفرمایین تو. نه خیر، مثل این که ما با اینا قارداش شدیم. سلام سلام سلام، صبح بهاریتون بخیر. سلام. بفرمایین. راستش ما امروز کلی کار داشتیم، ولی پوری پیشنهادی داد، منم به طب قبول کردم، دیدم چقدر قشنگه. حالا چی هست اون پیشنهاد؟ خانم و دختر خانم با پوری، جنابالی هم با من. آقا عطا هم که سلیقه خاص خودشو داره دیگه، باید یه دستی به سر و وضعتون بکشیم دیگه. خیلی عالیه، خوبه. چی شد؟ من یه چند جایی رو میشناسم که لباسای خارجی خیلی قشنگ میاره. فکر میکنم همگی با همگی باید بریم یه سر اونجا. مثل لباسای خودتون؟ بله، از لباسای منم بهتر. کجا منیر؟ اکبر آقا، منیر خانوم؟ خانوم کجا منیر؟ بابا. چه؟ اکبر آقا، جانم بابا، چیه؟ خوشولو دوی ها؟ بالاخره ما باید چیکار بکنیم آقای کنی؟ چند از لباس دمت یار؟ مگه ما لختیم؟ نه، ولی خب ما نفهمیدیم شما ها چی میگید. نفستون مثل که از جای گرم داره بیرون میاد. مگه دست خالی هم با آدم لباس میدن؟ پوری، تو یه چیزی بگو، اعتبار داره از سر کلت میریسه. شما نگران چیزی نباشین. خب بریم دیگه. بفرما آقا کرم، ویتامین سه خالص. تب و لرز کردی؟ تب و لرز؟ تب و لرز من خانم از سرماخوردگی نیست، تبم از فضولی خودمه، لرزم از بی‌عرضگی شماست. آقا کرم؟ بیا آقا کرم بشی. چطور نفهمیدی تو اون زیر زمین چه خبره؟ آخه من اهل این حرفا نیستم که. پس چرا من هر شب که میخوابم عجیب کت و شلوار و جوراب و پیراهن و همه اینا بازدید میکنی؟ بعد میگه من اهل این حرفا نیستم. دست شما درد نکنه، منظورتون از این حرفا چیه؟ خب من چه کنم، خانداداشم هر شب در زیر زمین رو دو قفله میکرد. پس همون قفل بود. ولی تو میفهمیدی که اون تو چه خبره؟ چی داره درست میکنیم؟ غذای مخصوص سرآشپز مخصوص شما. بچه بود گازوئیل داره میده. ولی ناراحت نشو، اگه منم یکی ثانیه دعاشته پیدا میکنم. راست میگی؟ Thank you.
نه اونجوری نه، اون باید روی دستات باشه. آها به به چه خوش رنگ، خیلی هم بهت میاد. چه خوش رنگ، اینم خیلی خوش رنگه ها، خیلی بهت میاد. وای محشره، مبارکت باشه، خیلی خوبه. لیدیز اند جنتلمن، خانم ها و آقایون، این شما و این پدیده که هزاره سوم، ببینین چی تحویل دادین، چی تحویل میگیرین. باغ تابات انگوری. بابا بیخیال، خانم حالا ما دیشب ناراحت بودیم یه چیزی گفتیم، شما چرا انقدر بدکینه ای؟ خانم همه این کارا به خاطر اینکه شما به حقت برسی. والا من نه سر پیازم نه تای پیاز. بهش بگو شما سرور مایی. نوکرتم که عین او بچه‌ای، هرچند سن سالی هم که نداری. بهش بگو از اینکه به فکر منی متشکرم. بهش بگو تا خروس خون قیامت نوکرتم. بهش بگو خونه خاندادشمو پیدا کردی؟ بهش بگو دنبال عطا رفتم، اون رفت توی برج، فکر نکنم ولی اونجا زندگی کنه، فردا میرم سراغش. بهش بگو برج و مرج نمیدونیم چی، ما فقط میدونیم سر برج که یه تای برج که یه برج. برج به اون میگن که تو همین خیابونا این خیار سبز میشه میره بالا. زمینه بزرگ، خونه هر از اون بالا میسازم، کلید برو تو، نگاه بو کن، نگاه کن از پنجره ها ویو رو ببین، دریا آبی پاشه، تو خونه استراحت کن. آقا بله شام. بچه های محلی؟ بله. این فولکس واگن مال شماست؟ واسه بابامه. میتونم باهاش صحبت کنم؟ بله یه لحظه تشریف داشته باشیم، الان میگم برسن بله. خدمت. ببین یه متر از اون زمین رو بخری هزار متر بود. سلام بابا. سلام. سلام علیکم. آقا تو خوبی؟ کجایی؟ ما در خدمت شما. ببخشید بابا من یه لحظه میتونم باهاتون خصوصی صحبت کنم؟ کی من؟ بله. چیه بگو؟ شاید خصوصی. خب خب بگی میشه خصوصی چیه؟ ما خصوصی نداریم جلو هاشم آقا. ما با هاشم آقا فدات؟ بفرمون. یه حرفا رو نداریم، حرف تو بزن بگو. باشی داشتم میامدم یه پلیس جلومو گرفت. پلیس؟ بله پلیس. که چی؟ حتما عوضی گرفته. نه گفت این واند مال شماست، گفتم مال بابامه، گفت یه لحظه بگیم یه جلو دار همین. خب حالا من چیکار باید بکنم؟ مگه هاشم مرده؟ قربونت برم. نه آقا میگی بشه، خودم میرم درستش میکنم. اجازه بده، اجازه عزیز. خود عزیزم هاشم جان بیا خودم نگاه کنم. بچه مرده این حرف چی بود جلو این زدی؟ بابا خودت گفتی خصوصی موسوسی نداریم. آه ما گفتیم. من گفته باشم آه؟ شما دیگه چرا آه؟ سلام. سلام آقای عطا، حال شما؟ مالی نیست. چی مالی نیست؟ حالم عرض میکنم. چی شده پسرت شمشیر رو از بازه؟ عطا 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 چرا اینجوری حرف میزنی پسر؟ حالا چپ و راست بعد این عکسی پسر مزغلش نشون آرزو بده؟ اینجا اونجا نیست که از این حرفا بزنی. یعنی چی مادر؟ چون ما اومدیم بالا شهر بعد بی غیرت بشیم؟ نه خیر ما نیستیم. چرا برادرت ناراحت شد؟ ناراحت شد؟ نه فکر نمی کنم. چرا ناراحت شد؟ پدر و مادرت که در جریانن، چرا باید یه همچین عکس العمل نشون بده؟ نه با اصلا عطا اصلا اونطوری نیست. نیستی که هم احساس بزرگتری میکنه نسبت به من، اینجوری بعض وقتا جو میگیرتش. ما که پنهون کاری نکردیم، پسر منم که یه قاره دیگه از اتاق بغلی که نیست. دقیقا کاملا حق با شماست. اوی به دل نگیره ما. ببخشید پورم خانم. خواهش میکنم. این عطا بچه هست، اصلا نمیفهمه چی میگه. حالا خودش هم خیلی پشیمون شد. ببخشید ماشین مال شماست؟ نه ماشین مال رفیقمونه. چطور مگه؟ همسایه‌ها تماس گرفتن که یک وانت پارک ظاهرن در پیکرش هم بازه تای کوچه گذاشتن، خبری هم از مالکش نیست. مال رفیقمونه، با این ماشین کار میکنه، قراره بفروشدش. چشم میگم بذاره پارکینگ. پس شما دارد. در خدمت. راستی پورا خانم، آقا پسرتون؟ بله سیامک. سیامک؟ یعنی دو تا اسم داره تو شناسنامه بیژنه، صداش میکنیم سیامک.
آها، خب حالا همین آقا سیامک الان اونجا چیکار میکنه؟ خب تقریبا درسش تموم شده، مهندس کامپیوتره. تازگی هم با یه دختر اسپانیش به اسم کرن آشنا شده. دختر قشنگیه، ولی خب میدونین اینا عکس خوبی دارن، به درد زندگی با ما نمیخورن. واف واف، خدا به دور چه دخترهایی پیدا میشن. نکنه ول نکنه پسره رو. نه، بچه عاقلیه. به خاطر همینم هم هست که به ما وکالت داده یه دختر با پدر مادر ایرانی براش پیدا کنیم. راست میگین؟ میگم چرا اینقدر ازش خوشم اومد. خیلی پسر خوبیه. یعنی عکسش میگه که یعنی خیلی مرد زندگیه. نه؟ شما لطف دارین. بله همینجوره. فقط خیلی مهمه دختری که براش میفرستیم هم دختر خوبی باشه که یه وقت رفت اونجا حال و هواش عوض نشه و فیلش یاد هندوستون نکنه. خب بله دیگه، حق با شماست دیگه. البته آرزو جون اینجوری نیستن، خیلی دختر خوبی هن، ولی فقط چیه چیکار کنیم؟ یعنی حقیقتش درسته که اون ما رو مأمور کرده که یه دختر خوب براش انتخاب کنیم، ولی خب بالاخره خودش هم باید بپسنده. خیلی خوب میشد که من یه چند تا عکس از آرزو جون براش میفرستادم. آها، عکس که اتفاقا آرزو جون خیلی عکس داره. باشه باشه، برو مامان عکس رو نشون بده عمرو. مامان کدوم عکس؟ خیلی عکس داری. من اصلا عکس ندارم. من خودم با توجه به سلیقه پسرم باید یه چند تا عکس از آرزو جون بگیرم. خب باشه، شما اختیار دارین هر کاری می‌خواید. فقط اگر اجازه بدین تا آقای عطا نفهمیدن فردا بیان خونه من که چند تا عکس ازشون بگیرم. عطا غلط کرده. اصلا به عطا چه بچه است که چیزی گفت یه غلطی کرد دیگه، خودش هم پشیمون شده. پورا خانم اینا خیلی باید راه برن، خیلی اونجا دوره. نه نه، اونجورام نیست. ما خودمونم همین فکر رو میکردیم، ولی ایشالا اولین بار که برن اونجا شما خودتون راغب میشین که ما زودتر آرزو جون رو بفرستیم. چی شد آقا جون؟ ما گفتیم لابد گرفتنت بردنت، نصف عمر کردیم آره که. مسئله این بود ما پیشونی سفیدیم، راجب ماشین بود. ماشین؟ کدوم ماشین؟ ماشین چی؟ گفتن ماشین رو بد جای پارک کردی. منو که داری؟ بله. حال بگذاریم، فردا کلی کار داریم که باید حلش کنیم. اومدیم حل نشد. چی یعنی چی؟ اگه حل نشد چی؟ اگه مگه نداریم ما حلش میکنیم. به امید خدا دندنه میکشی رو دو سه چهار حلش میکنیم. گفت گازشو میگیریم میریم. به بابا چی بگی؟ چی رو؟ همین که من برم خونه پورا خانم رو عکس بندازم دیگه. خوبه تو همه، هنوز که اتفاقی نیفتاده که. حالا تازه قراره بری عکس بگیری. اگه حالا پسر گفت بله اون وقت میگیم. ببین به این عمه چیزی نگی، من حوصله ندارم. نه بابا، عمه کجا میخواد بفهمه. فقط مامان دیدی یه ها دهنش در رفت. چی گفت اسم این دختره چی بود؟ کاروان؟ نه 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 نه، کارون. مامان کارون چیه؟ کارن. خیلی خوب، حالا هر چی اصلا به ما چه مربوطه؟ با ما چی کار دارون؟ اصلا خوشم نیمد. قشنگ ذهنم رو درگیر کرده. با ما نباید مشکل داشته باشه که با سیامک مسئله داره. خدایا تو چه مخمسه‌ای من گیر کردم، چه وسوسه‌ای تو تمام تنم افتاده که ما رو ولمونم نمی کنه. شما نخوابیدی؟ نمیخوای بخوابی؟ حرفا میزنی نکبر آقا. آخه من چجوری خوابم میبره وقتی میبینم شما اینقدر ناراحتی؟ من یه عمر بی مشکل کنارت بودم، زنت نبودم، رفیق قصه‌هات بودم،
رفیقت نبودم، شریک داشتن و نداشتنات بودم. نبودم؟ بودی؟ پس این نامه چیه که مثل شمع داره آبت میکنه؟ این نامه همون چیزیه که بهت میگفتم داره منو مثل خوره میخوره. ترس دو دلم انداخته، هول دارم، میترسم. این همونه. اینا فکر و خیال. فکر و خیال چیه خانم؟ پلیس تا دم در اومده، پشت دره. چی میگی شما؟ چی؟ همون که شنیدی، خوب شنیدی. نمیدونم چی کار بکنم، موندم توش. آقا فراموش کن، فراموش کن. فراموش کن چی؟ چیو فراموش کن؟ چیو فراموش کنم؟ گذشته رو. ما دیگه نمیتونیم به اون زندگی برگردیم. آه خوب فهمیدم. این مزه بالای شهر نشینی زیر زبون شما مزه کرده، دست بردارم نیست. نه اکبر آقا، این پولو خدا رسونده. چی خدا رسونده خانم؟ اولا که خدا از این پولا نمیرسونه الکی. اگرم برسونه حتما سنگ محک میخواد ما رو محک بزنه. نیستم من ابدا، فراموشش کن. ای بابا میگم نیستم دیگه. نیستم. چیو نیستی؟ آقا دیگه الان نوبت منه، نوبت بچه هاته، نوبت خودت اصلا. نیستم. نوبته چی؟ مگه سنگ آسیا؟ مگه آسیا به خانم که نوبتی باشه؟ نون هرون که تو سفره اومد، دودمان به باد به دست، دودمان تو به باد میده. تمام شد بیکارش. ببینم مگه این نون حرومه؟ مگه این پول حرومه؟ چی شد بس؟ دیدی؟ خودت هم قبول داری که حروم نیست. که نگذم حروم نیست. شما خانم مثل این که یک کبریت برداشته باشی بخوای دودمانو با آتش بکشی، زندگی من یه ذره آبرویی هم که دارم مثل این که میخوایی با آتش بکشی. خب بکش، تمومش کن بر. بابا دست بردار. آقا شما همه بابا مردم تو تابستون از بس از گرما سوختم، تو زمستون از سرما مردم، هی وعده‌های تو خالی به بچه هم دادم، هی قلوند صابخونه رو گوش کردم، هی نمیدونم. خب تا صبح میتونم بگم دیگه، شما بذار برو من تا صبح بگم. اکبر آقا وایس ببین چی میگم. چی میخوای؟ میگم کی برمیگردی؟ من رفتم که کی برگردم، حرفا چی؟ خب حالا میخوای با وانت بری؟ چطور میگی؟ اکبر آقا تو رو خدا اون قرازه رو نیار جلوی در، بابا آبرومون جلو در همسایه رفت. چی آبرومون؟ چش خانم. آها ببین یادم رفت بهتون بگم. رفته بودم بقالی خرید کنم، اون آقای من خانم مهندس صدا کرد. چی؟ خانم مهندس. تو خانم مهندس؟ من مهندسم. من شما مهندسی؟ خب نیستم دیگه. میگه چی میگفتی خب؟ چی میشه؟ آقا یه مدرک مجانی بهتون دادن، حالا چرا ایراد میگیرین دیگه؟ ای بابا چه دل خوشی داری شما. نمیدونم چه مهمونی خانم، همچی زیاد خوش نیستم، نمیدونم چه کار بکنم. آخه خوشحالی که سرماخوردگی نیست که یه شب سر آقا آدم بیاد. بابا زمان میبره تا بهش عادت کنی. حرفا میزنی ها؟ بله امیدوارم مثل سرطانم یواش یواش نیاد یخمو بگیره و از پادرم بیاره. با اجازه. خب مای خانم با اجازه. سلامت خوشتش میده. من مرخص میشم. با اجازه. میرم برمیگردم. زود میرم. بله. خدا حافظ. خدا حافظ. مواظب بچه ها باش. به به آبجی خانم گل، آقا کرم، خیلی محبت کردید. بفرمایید. چه عجب. بفرمایید تو. خیلی خوش آمدید. نه سر و تیپی هم به هم زدی. دست شما درد نکنه خانداداش. سر شما درد نکنه آبجی خانم، ولی از چه بابتی؟ خوبه که تنها یادگاره پدر مادر خدا بیامرزمون فقط من و شما بودیم. این رسمش چی شد؟ نفهمیدم. حرفتو بزن آبجی، چی میخوای بگی؟ این درسته که شما ارث پدریمو به من ندی؟ چی شد؟ نفهمیدم. مگه پدر خدا بیامرز بنده و جنابالی اون روزی که سرشو گذاشت زمین جز یه زیر شلواری راه آبی چیز دیگه هم داشت؟ اون که همش بدهی واسه ما گذاشت، چیزی نذاشت برای ما که خواهر. ای بابا حالا نمیشه همه چیز جلوی این آکرم گفت که نفهمیدم. شما میسی که اشتباه گرفتی بابا تو با یکی از صدر اعظمای زمان قاجار.
حالا شما کوتاه بیا، بین خواهر برادر از این حرف و حدیث ها زیاده. میدونی همش تقصیری کیه؟ همش تقصیر اون نفر سوم خدا بیامرزیه که این وسط داره آب و گلالود میکنه، میخواد یه دونه ماهی این وسط بگیره. شما هم با ما به از این باش آقا کرم. ما چاکر شماییم، اختیار دارید. آخه شما هم یهو بیخبر غیبتون زد خانده داشت. دا خوابجی خانم، اگه دو روز دندون رو جگر میذاشتی و من سراغت نمی اومدم اون وقت حق داشتی. ماجرای ارث و میراث همه شعر قربونت. حالا چرا اینجا بایستدی؟ خیلی ممنون، با عزت من باید برم سر کار، ولی اختر خانم با عزتون اینجا میمونه. اگه اجازه بدین من آخر شب میام دنبالش. کلاه ایمنی سرتون بذارین سرما نخورین یه وقت. چی؟ من کلاه ایمنی مال جلوگیری از سرماخوردگیه. ماشاءالله ماشاءالله، بزنم به تخت. چه تیپی به هر سالی خوان داداش، دلم براتون یه ذره شده. خونتونه؟ بیتوب جی بفرمایید. مانی خانم ببین کی اومده. مانی خانم مانیره. منو راحت نمیذاره، عذابم میده این تردید. بگو خوابم یا بیدارم، کدوم تصویر رو باید دید؟ منو راحت نمیذاره.